بونجور اتوس وو واگرد فرنش فید مومو. سلام به همه. خب در خدمت شما هستیم با استوری های ویدئوی دیشب که اولین ویدئو از مبحث طولانی و مهم و خیلی مهمه، کنجوگیزون توی فرانسه به معنی صرف فعله. کنجوگیزون اسم فعل کنجوگه هست. کنجوگه یعنی صرف کردن، کنجوگیزون میشه صرف. اول من توضیح بدم راجع به این کنجوگیزون. کنجوگیزون پایه گرامر فرانسه است. اولین چیزی که شما تو گرامر فرانسه شون کنید گرفتن و پایه ترین چیزشه. ما همه صرف فعلایی که با هم دیگه کار میکنیم، ویدئوهایی که فعلا میذاریم، صرف فعلها به زمان حاله و صرف فعلها به زمان حالی یه چیز کاملا پایه‌ای و بیسیک واسه زمانهای دیگه و کل گرامر فرانسه است و خیلی مهمه. من روشم خیلی مانو میدم و مطمئن باشین که دلیل داره که انقدر روش مانو میدم. چیزایی که دیشب توی ویدیو گفتیم این بود که فعلا همه صرف میشن و مثل فارسی 6 تا شخص فاعلی داریم، 6 تا ضمیر فاعلی داریم که فعلا رو برای همشون صرف میکنیم که اونا رو توضیح دادیم با تلفظش که توی فرانسه بهشون میگن le pronom personnel sujet. سوژه یعنی فاعل. le pronom personnel objet هم داریم که حالا به اونا کاری نداریم. الان میخوایم le pronom personnel sujet راجع به اونم صحبت بکنم. خب به ترتیب من میگم با تومنینه با تلفظ بهتر که حالا اگه کسایی که ویدئوی دیشب متوجه نشدن اینجا متوجه بشن. je به معنی من. je qui به معنی تو. il به معنی آن مرد. ال به معنی آن خانم. نو به معنی ما. و به معنی شما. دوباره ایل به معنی آن مردها. ال به معنی آن خانم ها. سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع تلفظشون با هم دیگه یکیه، چون اس جمع توی فرانسه هیچ وقت تلفظ نمیشه. پس ایل و ال تعجب نکنید، تلفظشون یکیه. حالا استثناء داره که اون استثناء رو توی درس بعدی میگیم. پس در نظر داشته باشین که je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle توی فرانسه 6 تا ضمیر فاعلی ما هستن. ما چه موقعی تو استفاده میکنیم، چه موقعی vous یعنی شما استفاده میکنیم. vous واسه دوم شخص جمع موقعی استفاده میشه که یا ما با چند نفر داریم خطاب قرار میدیم، مثلا 4 نفر داریم خطاب قرار میدیم، یا اینکه یک نفر رو به دلیل احترامی که براش قائلیم، به دلیل که حالا سنش بیشتره یا رئیسمونه یا هر چی که هست داریم بهش احترام میذاریم، شما خطابش میکنید. این همه چیز نکته هایی بود که راجع به ویدئوی دیشب میخواستم بگم. با ما همراه باشید، کنجوگیزون ادامه داره. امشب هم یه ویدئو راجع به کنجوگیزون میذاریم. مرسی بوکو، اپلیس. بونجور اتوس، سلام همه. خب حالا میخواییم استوری های ویدئوی دیشب که کنجوگیزون دو بود، یعنی دومین ویدئویی که راجع به کنجوگیزون گذاشتیم، من باید صحبت بکنم. توی ویدئوی کنجوگیزون یک که در واقع پریشا ویدئوشو گذاشته بودیم، اینجوری بود که یه سری توضیحاتی دادیم، زمایر فاعلی رو کار کردیم. توی ویدئوی دیشب ما اومدیم با چند تا مفهوم مهم توی کنجوگیزون آشنا شدیم. مثل چی؟ مثل انفینیتیف به معنی مصدر، فعل خامه، فعلی که هنوز صرف نشده. انفینیتیف بخواید مقایسه بکنید با ادبیات زبان فارسی، اینجوریه که مثلا ما تو فارسی میگیم رفتن، شستن، خوردن، اینا همه میشن مصدرهامون، انفینیتیف هامون. پس اولین مفهوم مهمی که باهاش آشنا میشیم انفینیتیف، فعل خام، فعل صرف نشده. دومین مفهومی که میخوایم باهاش آشنا بشیم لغسین یا لبز. بعضی وقت این یا لبز، بعضی وقت بهش میگه بز، بعضی وقت بهش میگه قسیم، معادل هم یعنی چیز نده. اینا بن فعله. ما اگه حالا کسایی که ادبیات زبان فارسی دوران راهنماییشون یادشون باشه، ما مثلا میگفتیم نوشتن رو اگه نونش رو خط بزنیم، بن مثلا ماضیش نوشت میشه بن ماضی فعل نوشتن. توی فرانسه هم حالا جلوتر توضیح میدیم که این بون ها چجوری ساخته میشن. فعلا میخوام آشنا شیم که بعض یا غسین، از این بعد راجع بهش صحبت کردیم، بونه فعلمونه، ریشه فعلمونه.
و سومین مسئله که توی فعل با قاعده خیلی به کارمون میاد ترمینزون به معنی شناسه، چیزی که میاد به بن میچسبه و فعل صرف. یعنی ما مستر رو میگیریم، بن رو ازش میسازیم، ترمینزون رو بهش میچسبونیم و فعل صرف میشه. تو فعل با قاعده اکثرا این شکلیه. فعل با قاعده که اسمش روشه، یعنی کنجوگیزون رگولیر که حالا تو ویدیوهای بعدی بهش میرسیم، بن رو میسازیم، شناسه هم داریم، بعد دیگه میچسبونیم. ولی کنجوگیزون ایرگولیر اسمش روشه، ایرگولیر به قاعده است مترس بکنیم که اونا حالا واسه هر فعل مهم بعدن یه دونه ویدیو جداگانه داریم. پس فعلا آشنا شدیم با انفینیتیف، باز یا رسین و ترمینیزون. کنجوگیزون رگولیر فعل با قاعده، صرف با قاعده. کنجوگیزون ایرگولیر صرف بی قاعده. مرسی بوکو، ا پلیس.